درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه هفتم تیر ماه ما رو همراهی کنید. با ادامه اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا کنون بیش از 61 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند. شش تشکل از جمله سندیکاهای کارگران نیشکر هفت‌تپه و کارگران اتوبوسرانی تهران، اتحاد بازنشستگان و فرهنگیان اسلام شهر و همچنین ده‌ها سندیکا، اتحادیه، فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان در بیانیه مشترکی که امروز دوشنبه منتشر شد از این اعتصاب حمایت کردند. تشکل‌هایی که در حمایت از کارگران اعتصابی ایران بیانیه مشترک صادر کرده‌اند از جمله از کشورهای برزیل، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، بورکینافاسو، اندونزی، الجزایر، هائیتی، سنگال، پاکستان، ترکیه و السالوادور هستند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون اعلام کرد ارتش این کشور روز یک شنبه با انجام چندین مورد حمله هوایی شبه نظامیان و نیروهای نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه را هدف قرار داده است. به گفته پنتاگون این حملات اقدامی دفاعی و واکنش به حملات پهپادی اخیر این شبه نظامیان به اماکن، نیروهای نظامی و پایگاه‌های ایالات متحده و کارکنان آن در عراق بوده است. وزرای خارجه کشورهای جهان به دعوت ایالات متحده آمریکا برای بحث و تبادل نظر درباره افزایش تهدیدات گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در آفریقا در روم گرد هم آمدند. بیش از 40 کشور جهان در این نشست که به رهبری آمریکا برگزار می‌شوند حضور دارند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو و جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در این جلسه حضور دارند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه نظام اسلامی گفته این کشور در خصوص تمدید توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز تصمیم جدیدی نگرفته و دولت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را در این مورد اجرا می‌کند. گزارش حاکی است که شماری از اسناد محرمانه و طبقه بندی شده وزارت دفاع بریتانیا در ایستگاه اتوبوسی در این کشور توسط فردی که خواست نامش فاش نشود پیدا شده است. این اسناد حاوی جزئیاتی درباره ناوشکن بریتانیایی دیفندر و واکنش احتمالی روسیه به عبور این ناوشکن از آب‌های دریای سیاه بوده است. ارتش روسیه روز دوم تیر ماه مدعی شد که ناوشکن بریتانیایی با نقص حریم دریایی وارد حریم آبیش در نزدیکی شبه جزیره کریمه شده و از همین رو هدف شلیک هشدار قرار گرفته است. همچنین یک فروند جنگنده روسی نیز مسیر ناوشکن بریتانیایی را بمباران کرد.